رادیو زمانه. همایش سالانه روان‌پژوهان ایرانی با عنوان دیگری و روان ما در شهر لندن برگزار شد. این چهارمین همایش روان‌پژوهان ایرانی خارج از کشور است که در روزهای 16 و 17 ماه مه در مرکز سنگام لندن برپا شد و شامل 7 سخنرانی و 6 کارگاه در موضوعهای مختلفی روانشناسی بود. نازی اکبری، سخنران و از برگزار کنندگان این همایش، درباره اهداف برگزاری آن به رادیو زمانه گفت. از اونجایی که به هر حال درگیر بودیم با مسائل مشکلات روحی روانی ایرانی‌های خارج مقیم لندن، فکر کردیم که با حمایت و همکاری مرکز مشاوره و روان درمانی انجمن فارسا این رو برگزار بکنیم. همونجور که میدونین این مرکز، در مورد انجمن فارسا صحبت میکنم، از سال 2006 خدمات مشاوره و روان درمانی به فارسی زبان‌های مقیم انگلستان میده که مرکزش هم بیسش توی بیمارستان اجبر هست و خب ما این نیاز رو واقعا احساس میکنیم، برای اینکه میبینیم که چقدر مشکلاتی که آدما ایرانیایی که اینجا هستن باهاش روبرو هستن. مثلا ما زمانی که اینجا رو باز کردیم فکر کردیم که 100% افرادی که تازه از ایران اومدن به ما مراجعه خواهند کرد، ولی با کمال تعجب دیدیم نه، اکثر افرادی هستن که سالها توی ایران اینجا زندگی میکردن. یه گروه دیگه که به ما مراجعه کردن پدر و مادرها بودن و یا بچه‌ها جدا، برای اینکه بچه‌ها احساس میکردن که بین دو فرهنگ دارن دو پاره میشن. و خب بعدم دیگه مسائلی که میبینیم دیگه، سمینارهای تجاری که به اصطلاح برگزار میشه، یا افرادی که به ما مراجعه میکنن و واقعا از آسیب پذیریشون سوء استفاده شده و در واقع ازشون افرادی به اسم روانشناس یا حالا به هر شکلی ازشون سوء استفاده مالی کردن. و وقتی ما با این گروه آشنا شدیم متوجه شدیم که خب شاید واقعا نیاز داره جامعه ما که یک مقدار بیشتر در مورد مسائل بهداشت روان بدونه، حق خودش رو، آدم ها حق خودشون رو به عنوان یک مراجع، به عنوان کسی که مشکل داره و به این متخصص مراجعه میکنه، حق خودشون رو بشناسن. این همایش با سخنرانی حسن مکارمی شروع شد که دکترای خدمات راهبردی و روانکاو بالینی است و در دانشگاه سوربن به پژوهشگری مشغول است. آقای مکارمی درباره نگاه ساختاری به دیگری و رابطه ناخودآگاه با من فرد سخن گفت. من یک هویت دیگری دارم، اون هم داره، ولی یه جا مشترکی و اون اساس اختلافی است که نگاه لکان در روانکاوی میاره با دیگر نگاه ها. یک مشترکی، ما نمادهای مشترکی داریم و اینجاست که زبان هم زبانی به وجود میاد و این در اینجاست که فرهنگ میتونه شکل بگیره. پس زبان میشه پایه، اون حمل کننده فرهنگ به همین دلیل. فقط هم زبان نیست، ولی به هر حال وقتی که زبان میتونه بیان بکنه طور کلی، اصل ارتباط اول، بعد از طریق موسیقی، نقاشی، ژست ها، حرکات، رفتار، بقیه، ولی اون چیزی که میتونیم به هم منتقل بکنیم در سطح وسیع این زبان هست. سخنرانی مژگان کاهن، روانشناس بالینی از بلژیک، به تعریف دیگری در روان آدمی اختصاص داشت و به تحقیقات اشاره کرد که کلیشه های ذهن جمعی را بررسی کردند. یه چیزی که خیلی ذکرش مهمه اینه که روانشناسای اجتماعی خیلی تحقیقات مفصلی در ارتباط با تاثیر باورهای گروه روی مشاهداتی که افراد از دیگران دارن انجام دادن. من به عنوان مثال یه مفهومی که به اسم کلیشه هاست اینجا برای شما مطرح میکنم، چون یکی از مفاهیمیه که روانشناسای اجتماعی خیلی روش کار کردن. حالا تعریف کلیشه ها رو من اینجا براتون نوشتم. اینا باورهای جمعی هستن که به یک گروه اجتماعی خصوصیت خاصی و نسبت میدن که ممکن اصلا به واقعیت هم منطبق نباشه. حالا براتون توضیح میدم که به چه شکله. یعنی اینکه مثلا آدم ها رو بر اساس گروهی که گروه اجتماعی که بهش تعلق دارن یه تصویر خاصی تو ذهنمون ازشون میسازیم و اون رو یه جوری طبقه بندی میکنیم.
مثلا حتما دیدیم که مثلا میگیم ترک ها اینجوری هن، عرب ها اونجوری، اینا یه سری کلیشه ها هستن که از باورهای جمعی سرچشمه میگیرن. نازی اکبری، دکتر روان درمانی در لندن و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در ایران، موضوع خودشیفتگی را محور سخنرانی خود قرار داده بود و تلاش کرد به این پرسش پاسخ دهد که آیا عشق ورزیدن به خیشتن به عشق ورزیدن به دیگری می انجامد؟ فاقد همحسی بودن رو گفتم. این یکی از مهمترین هاست به نظر من در رابطه با کسانی که اختلال خودشیفتگی دارن. واقعا از نظر روحی میتونن دیگری رو خراب تخریب کنن، برای اینکه حس همدلی دارن. گفتم مثلا باهاشون داری صحبت میکنی، از غم و غصه داری میگی، بعد اون تو ذهنش داری یه چیز دیگه میگه، گوش نمیکنه به تو، اصلا براش نمیتونه خودش رو در ارتباط با تو قرار بده، در حس تو بگیره، حال دلتو به قول آقای من دلتو در واقع آقای مهداری میگفتم بفهمه. اون این نداره، این قابلیت رو نداره. غالبا به دیگران حسادت میکنن و معتقدن که دیگران به اونا حسودی میکنن. یعنی در واقع نمیاد بگه که من به این حسودی میکنم، میگه فلانی به من حسودی میکنه، ولی این دقیقا نشون میده خودش این حس رو داره. و نگرش و رفتارهای خودخواهانه و متکبرانه و خودنما تا به شنیدن انتقاد رو ندارن. این یکی دیگه از ویژگی‌های مهمشونه که وقتی که باهاشون صحبت میکنی و ازشون انتقاد بکنی خشمگین میشن، نه که ناراحت بشن، عصبانی میشن از اینکه کسی ازشون انتقاد بکنه. مصطفی کاظمیان، روانپزشک از سوئیس، به موضوع دیگران و من فرد پرداخت و مسئله جمع و فرد در زیستی ایرانی را بررسی کرد. نگاهی که من پایبندی شخصم در واقع نگاهی هست که به انسان به عنوان یک موجود مستقل و یونیک، در واقع هر انسانی به عنوان یک انسان منحصر به فرد، هر انسانی به عنوان یک موجود منحصر به فرد و یگانه که یک دنیای ناشناخته داره، در واقع به هیچ وجه نمیشه در یک بررسی روانپزشکی روان درمانی ادعا کرد که ما شخصیت بیمار یا شخصیت فرد رو شناختیم، چون اغلب با یک انسانی رو هستیم که بخش زیادش ناخودآگاه هست، یک دوره گذشته داره در تاریخ، در فرهنگ و شکل گرفته، در اجتماع شکل گرفته. موضوع سخنرانی سیامک ظریف‌کار، دکتر در روانشناسی اجتماعی و رواندرمانی آلترناتیو از آلمان، دیگری در رابطه عاشقانه زن و مرد بود. او از ریشه ها و مرحله های هورمونی عشق، بیگانگی با بدن و تابوهای ذهنی فرد گفت. مثلا عشق چیه؟ میتونیم آیا ما اساسا تعریفی برای عشق ارائه بدیم؟ امکان پذیر هست؟ این همه داستان های عاشقانه در فرهنگ های مختلف، در روایت های مختلف به ما چی رو داره نشون میده؟ تمام این داستان ها و افسانه هایی رو که ما میخونیم از یونان باستان تا به امروز، اسطوره ها رو که نگاه میکنیم، سمبول ها رو که نگاه میکنیم، نشانه ها رو که میبینیم، داستان ها رو که میبینیم، میبینیم همه اینها در یک چیز مشترکه، رابطه عاشقانه با همراه با خودش دردها و بحران هایی رو داره، حتی در بهترین اشکال. رضا کاظم‌زاده، روانشناس و رواندرمان خانواده از بلژیک، درباره زن در ناخودآگاه مردی ایرانی صحبت کرد و از هویت مردانه در فرهنگی ایران گفت. آقای کاظم‌زاده با نگاه روانکاوانه سه اثر صادق هدایت، یعنی داش آکل، تاریک خانه و بوفی کور را در سه دوره اجتماعی ایران و بر اساس نظریه فرویدی بررسی کرد و تحولات هویت مرد ایرانی را در این آثار نشان داد. داستان میگه ظاهرا مثل اینکه ارثی بهش رسیده، به حال نیاز به کار نداره، ولی کار کردن و زحمت کشیدن و کلن چی میدونه؟ پوچ میدونه. این آدم چرا اون فرد رو به خونه خودش دعوت کرده؟ برای اینکه ظاهرا شب آخر زندگیشه و قرار خودش رو همون شب بکشه و میخواسته یه سری مسائل رو به یه نفر بگه و اون همون کسی که برای شب خونه خودش دعوتش میکنه و میبره این اتاق رو بهش نشون میده، میگه من وقتی تو این اتاقم راحتم. اتاق دقیقا شبیه چیه به نظر شما؟ رحم مادر.
یعنی یک تضاد بزرگی تو این آدم میان دنیای درون و دنیای بیرون برقرار میشه. اون چیزی که براش ایداله دنیای درون میشه. چرا؟ برای که در اون دنیای درون یک روزی اون رابطه با مادر رو که دیگه قابل تکرار نیست و چیکار کرده؟ زندگی کرده. شهرزادی پور عبدالله، مشاور خانواده و سکس تراپیست از انگلستان، از دیگری در رابطه عاطفی گفت. خانمی پور عبدالله به بحث از نمونه‌های پرداخت که به آسیب‌های حل نشده دوران کودکی و تجربه‌های منفی کودک با پدر و مادر خود اشاره دارد. او تأثیر این آسیب‌ها را در برقرار کردن رابطه‌های بعدی در دوران بزرگسالی بررسی کرد. احساساتشون رو نادیده می‌گیرن. در وقتی به مشکل برمی‌خورن، به جای حل کردن سعی می‌کنن از فاصله بگیرن از مسئله و خودشون رو درگیر نکنن. تصور کنید که مثلا یه نفر به دوست دخترش یا به حالا دوست پسرش یا شوهرش میگه که تهدیدش می‌کنه به جدایی و اون طرف مقابل بهش میگه که با اینکه خیلی هم ناراحته و دوست نداره بره، میگه خب بین خودته، می‌خوای بری برو، هیچ مسئله‌ای نیست. و نشون نمیده که اصلا این مسئله براش ممکن حتی یه فاجعه هم باشه. و کسای دیگه که آدمای بیمناک هستن، هم خودشون رو منفی می‌بینن هم دیگران رو منفی می‌بینن و ترسشون و بی‌اعتمادیشون به دیگران باعث میشه که معمولاً شدیداً دنبال نزدیکی به دیگران هستن. با اینکه شدیداً میخوان به دیگران نزدیک بشن، از نزدیکی بی‌نهایت می‌ترسن و پرهیز می‌کنن. چیزی که در مورد دیگران تو ذهنشون شکل گرفته اینه که امکان نداره که اون چیزی که من میخوام دیگری به من بده و برای همین نزدیک شدنشون به دیگران سخته. و وقتی هم وارد رابطه عاطفی میشن، علارغم اینکه اولش ممکنه رابطه خوب باشه، به محضی که به مشکلاتی برمیخورن که آسیب‌های دوران بچگیشون و اون احساسات منفی توشون بیدار میشه، توی رابطه مشکل پیدا میکنن و رابطهشون خط پیدا میکنه با طرف مقابل. از نکات جالب توجه این همایش حضوری پررنگ شرکت کنندگان زن بود. شهرزادی پور عبدالله درباره علاقه زنان به موضوعهای روانکاوانه و شرکت فعالانه آنها در این نوع همایش ها به رادیو زمانه چنین گفت. ببینید، من فکر کنم تا الان تمام تجربیاتی که من داشتم توی همچین سخنرانیایی، وقتی مسئله برمیگرده به رابطه، به روانشناسی، خانم‌ها همیشه بیشتر شرکت می‌کنن. شما اگه برین تو کلاس‌های روانشناسی دانشگاه‌ها، بین دانشجوهای روانشناسی تعداد دخترای دانشجوی روانشناسی بیشتر از پسراست. وقتی دارین ترین می‌چین، دارین شرکت می‌کنین تو کلاس‌ها برای اینکه تخصصتون بگیرین، اکثر شرکت کنندگانی که دارن تخصصشون میگیرن خانوما هستن. من فکر میکنم اینم یه همچین در ادامه اون خیلی من سورپریز نمیشم وقتی میبینم که همچین همایشی برگزار میشه و کسایی که علاقه نشون میدن خانوما هستن. به نظر من خب خانوما خیلی به رابطه بیشتر اهمیت میدن و اینکه اگر توی رابطه مشکلی ایجاد میشه خانوما سریعتر احساس میکنن. و اینکه حالا به عنوان مشاور زوج میبینم که اگر توی رابطه بحران هست، این خانوما هستن که زنگ میزنن و اولین برخورد با روان درمانگر دارن و ازش وقت میگیرن و سعی میکنن اولین جلسه رو برنامه ریزی کنن. در نتیجه من فکر میکنم اینم یه همچین اتفاقی هم اینجا افتاده و ما بیشتر مشاهده کردیم که شرکت کنندهای زنمون بیشتر از مردا بودن. در پایان سخنرانی های این همایش دو روزه، شرکت کنندگان در کارگاه های تخصصی حضور پیدا کردند که مسئله ارتباط با دیگران محوری همه آنها بود.